بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. یک بار دیگه با برنامه سرزمین عشق مهمون خونه های شما هستیم و در این ایام سوگواری و عزای سرور و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حال و هوای کربلا رو انشاءالله با برنامه سرزمین عشق به خونه های شما میاریم. تسلیت عرض میکنم این ایام رو ابتداعا خدمت ولی نعمتمون آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و بعد خدمت تمامی شما عاشقان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، کسانی که مشرف شدن به کربلا خوشا به سعادتشون و کسانی که هنوز موفق به مشرف شدن به کربلای ما الله نشدن، انشالله همونطور که در برنامه های گذشته نحوه زیارت آقای امام حسین علیه السلام از راه دور توسط کارشناس عزیز برنامه خدمت شما بیان گردید، به همون ترتیب انشالله نام خودتون رو در لیست زائران آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام ثبت و ضبط کرده باشید. همچون شبهای گذشته امشب هم در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند حاجی هدایتی هستیم و انشالله با حضورشون یک برنامه دیگر رو تقدیم شما خوبان میکنیم. حاجی عرض سلام و ادب من در بپذیرید. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله که عزاداری همگان مورد قبول حضرت سید شهدا علیه السلام قرار گرفته باشه و توفیقات ما رو در این مسیر بیشتر و بیشتر کنند برای انجام تکلیف و وظیفه بود. الهی آمین انشاءالله. همچون شبه گذشته برنامه رو شروع کنیم با زیارت آقا امام حسین علیه السلام. بفرمایید. یا عبدالله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. السلام عليك يا قمر العشيرة. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام علیک یا بقیت الله یا صاحب الزمان، عجل الله تعالی فرجک و سهل الله مخرجک و جعلنا من انصارک و اعوانک و شیعتک و محبیک. در این ایام که و ثانیه هایی که هرچه سریعتر از پی هم میگذرند تا به روز عاشورا برسیم، شایسته است که برای سلامتی امام زمانمون دعا کنیم. شایسته است برای دل مبارک و نازنین بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا دعا کنیم، چرا که هیچ کس به اندازه امام زمان حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا مصیبت کربلا رو درک نمی کنه و با واقعیت مصیبت کربلا آشنا نیست. حضرت با تمام وجود سنگینی و عظمت این روز رو که به گفته آقا امام حسن مجتبی هیچ روزی همانند اون روز نیست درک میکنه و همانطور که در ادعیه و در کلام حضرت شنیدیم، لابکین علیک بدل الدموع دما، رفتاری است و برخوردی است که حضرت با واقعه کربلا دارد. اجازه بدید در ابتدای برنامه با دعای سلامتی آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف برنامه امشب رو شروع بکنیم و انشاءالله بعد از اون در خدمت کارشناس عزیز و محترم برنامه باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک
یا ارحم الراحمین. حاج هدایتی، ما در شب‌های گذشته راجع به وقایع روز عاشورا و آنچه در مسیر کاروان آقای امام حسین علیه السلام اتفاق افتاد در ماه محرم صحبت کردیم و دیروز اشاره فرمودید به ملاقات یزید ابن حسین با آقا با عبیدالله ابن زیاد که پیام آقای امام حسین علیه السلام رو برای او برد. اگر امشب هم درباره وقایعی که در این روزها اتفاق افتاده برای ما تاریخ رو بازخوانی کنید ممنون میشم تا درس و عبرتی بگیریم ان شاء الله از واقعه کربلا. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. السلام علی مولانا المهدی و علی آبائه. هر ساعت و هر روز که به عاشورا نزدیک می شویم، تاریخ رو که مرور می کنیم می بینیم در کربلا التهاب از یک سو، نگرانی استراب از یک سو، و از سوی دیگر پایکوبی و شادمانی گروهی ستمکار و تبهکار بیشتر می شد و فزونی پیدا می کرد. یک طرف بودند به نقل 84 زن و بچه که در اون شرایط خاص در یک بیابانی کمی دورتر از آب خیمه زده بودند و امکانات، کمترین امکانات لازم رو داشتند، و یک طرف هم لشکر تا دندان مسلح برای تجاوز به حق گروه باغیان و طغیانگران قرار گرفته بودن. لذا مرور وقایع اون درس‌های لازم و اون عبرت‌های لازم رو به آدمی و به انسان میده و آدمی رو در اون شرایط خاص قرار میده. گویا یک محب، یک شیعه میتونه به نوعی با بازخوانی دقیق تاریخ در اون شرایط خاص قرار بگیره و خودش رو حتی محک بزنه که اگر من در اون روزگاران بودم در کدام یک از این سه جبهه بودم. سه جبهه بود. گروهی بودند هوادار باطل که بیشترین بودند، جمعیت انبوهی بوده و تاریخ بشریت این گونه بودند که هواداران باطل بیشترین افراد رو تشکیل میدن. قرآن هم به صراحت داره قلیل من عبادی الشکور، بندگان شکرگزار کمن. امیر مؤمنان صلوات الله علیه و آله میفرد لا تستوحشو من قلت العدد فی طریق الهدات، در راه هدایت از کمی جمعیت نهراسید. معلوم میشه راه رشد، راه هدایت، راه حق همیشه طرفداراش کم بوده. این چیز تازگی نداره. هر جا سیاهی و سواد و جمعیت و هیاهو و شعار زنده باد و مرده باد دیدید، این یکی از نشانه های باطل بودن این حق هست، باطل بودن این مسیر هست، این گروه هست و نشانه عدم حق مداری هست. لذا این یک گروه هن. گروهی دیگه هم که اونها در نهایت اندک بودند، هواداران امام حسین علیه السلام، اونهایی که بر سر پیمان و بیعت خود ماندند و امام زمان خودشون رو یاری کردند. و گروه سوم بی‌طرفان خاموش، اونهایی که در کنار نشسته بودند و نگاه می‌کردند که اینها کمی از اون جمعیت اول نداشتند، چه بسا از نظر عده و تعداد بیشتر از گروه اول بودند، که این روزگاران امروز ما هم ما میبینیم. نظاره کنندگان، اینهایی که سکوت میکنن، اینها شریک در جرم جنایتکاران و ستمکاران هستند که در ادامه بحث امشب شاید قسمت اصلی سخن امشب ما رو همین مطلب بیان شکل بده که میپردازیم به فرمایشات خود امام حسین علیه السلام در این زمینه، که ساکتان و ناظران ظلم ستمکاران
در ستم ظالمان شریکند. این یک کلید است، یک مفتاح است، یک فرمول اساسیه که برای ما اون رو بیان می‌فرمایند که گمان نکنیم به این سادگی است فرار از مسئولیت، فرار از تکلیف، نظاره کردن ظلم به مظلومان و خود رو به نشنیدن زدن و فریاد مظلوم را گویا که انه ما اصلا نمیشنویم. این گونه نیست. پیامدهای شومی در انتظار که بی تفاوت کسانی هست که بی تفاوت هستن. لذا بازخوانی تاریخ درسهای مهمی برای ما داره. از جمله اتفاقات روز هشتم عرض کردم که روز هفتم فرمان بستن آب بر آل الله و اهل بیت امام حسین صلوات الله علیه صادر شد و آمد به کربلا این دستور. دیگه از عصر هفتم که بستن دیگه خب مقداری آب ذخیره که بود در خیمه ها، روز هشتم عملا آب کافی وجود نداشت که گفتیم صبح هشتم به اعجاز امام حسین علیه السلام چاهی کندند و آب گوارا و شیرینی رو فراهم کردند و همچنین از جمله اتفاقات روز هشتم این بود که امام حسین علیه السلام حضرت ابوالفضل قمر بنی هاشم رو با 30 سواره و 20 پیاده فرستاد برای آب آوردند از شریعه فرات. آمدند کم کم به طرف شریعه فرات. خب اونجا گفتیم عمرو بن حجاج با 500 سوار محاصره کرده بود رود فرات را و شریعه را. شریعه اون قسمتی که راهی باز میشه برای رفتن به طرف رودخانه که آب برداشته بشه، اون محل رو میگن شریعه. خب کناره رودخانه طولانیه ولی از همه جای اون نمیشه به رودخانه وارد شد و به آب دسترسی پیدا کرد، از یه قسمت خاصی میشه رفت. اون قسمت خاص و اون راه مشخص رو بهش میگن شریعه. اونجا رو بسته بودن و یه وقت متوجه شدن کسانی دارن نزدیک میشه، عمرو بن حجاج و اینها دیدن عده‌ای دارن میان و پیشاپیش اونها کسی بود، گفت صدا زد که برای چه آمدید؟ گفتن ما اومدیم که ظاهرا نافع ابن هلال بود. نافع ابن هلال معروف بود در بین حتی اصحاب عمر ابن سعد و عمرو بن حجاج او رو میشناخت. نافع گفت ما اومدیم مقدار آب برداریم. گفت اصلا ما اینجا ایستادیم که کسی آب بر نداره، شما اجازه چنین کاری ندارید. همچنان که مشغول گفتگو بودن از اون طرف پیاده ها رفتن به طرف شریعه و آب رو برداشتن. اینا متوجه شدن که عده‌ای وارد شدن و مشغها رو پر از آب کردن، خواستن به اونا حمله بکنن. قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس علیه السلام که با 30 سوار رفته بودن، 30 سوار میشه نصف جمعیت لشکریان امام حسین علیه السلام تقریبا، خلاصه. ولی در مقابل که اونها 500 نفر داشتن محافظت میکردن، عده کمی بودن. به هر شکل قمر بنی هاشم علیه السلام اونها رو مشغول کردن و این آب به خیمه رسید. و از اتفاقات دیگه روز هشتم این بود که امام حسین علیه السلام کسی رو فرستاد به خیمه عمر ابن سعد که امام بخواد با او گفتگو کنه. اینجا یک نکته اساسیه، من فکر میکنم یک حرکت سیاسی بسیار دقیقی است که حتی پیام داره برای زمامدارانی که در طول تاریخ داعیه اسلامی بودن و حاکم اسلام بودن رو داشتن. در سخت‌ترین شرایطی که ممکن انسان تصور بکنه،
یک طرف سپاه عمر سعد و ابن زیاد و یزید که در جنایتکار بودن اونها ذره ای نمی شود تردید کرد، در این که ذره ای شرف و انسانیت و وجدان در وجود این گروه باشه تردیدی نمیشه کرد. شاید بدترین قومی که انسان یا یکی از بدترین قوم باشن، البته اینطور که از تاریخ استفاده میشه بدترین قوم هستن، چرا که اون طرف که بهترین یاران هستن طبیعتاً بهترین یارانی که در مکرر روایات داره در بهشت، همه بهشتیان به مقام شهدای کربلا غبطه میخورن، در مقابل پس باید اونها تبهکارترین و ظالمترین و ستمکارترین باشن. اگر چنین است امام حسین اقدام میکنن برای گفتگو با این گروه. این مسئله بسیار مهمیه، یعنی کسی که میخواد ادعای رهبری و پیشوایی امت داشته باشه دیگه اون حقد و کینه توزی نسبت به این که آنچه که من میگویم یا خواسته های نفسانی خودش رو بخواد دنبال بکنه اصلا معنا نداره. مصالح عموم مردم، حفظ جان مردم، حفظ امنیت مردم، حفظ رفاه مردم، امام حسین علیه السلام با بدترین انسان گفتگو میکنند، حتی اقدام از طرف امام حسینه تا اتمام حجت بشود به تاریخ که ببینید من فرزند رسول خدا، من پیشوای معصوم، من امام معصوم خصوصا پیام برای پیروان خودشون دارن. ببینید با دشمن خودتون تا آخرین لحظه ممکن اگر می شود گفتگو کنید، تا به جنگ نینجامه، تا به رویارویی و برخوردهای خشن و زشت و قبیح که پیامدهاش دامن امت و ملت را میگیرد، این پیامدها برای ملت به ارمغان نیاد، برای فراهم نشه، تا دوچار این پیامدهای شوم نشید. لذا این نکته بسیار اساسیه، امام معصوم کجا و عمر سعد کجا؟ کجا داریم ما در تاریخ که رهبر یک کشور، خلیفه یک کشور، امام یک کشور، فرمانده یک کشور به خاطر مصالح ملت بیاد یا به خاطر مصالح دین، خصوصا سردمداران و خلفای جوری که در طول تاریخ به نام اسلام حکومت کردند، به نام مصالح دین که اشرف مصالح است، اقدام به گفتگو با دشمنترین دشمنی که منحرف است و دشمن خداست، اقدام به گفتگو کرده باشه. این صحنه رو امام حسین علیه السلام تأسیس کردن در روز هشتم در عاشورا. بعد امام حسین علیه السلام با عده‌ای از یاران و قمر بنی هاشم و حضرت ابوالفضل عباس حرکت کردن. شب هنگام در شام هشتم شب نهم محرم و آمدن در قسمتی از میدان و عمر سعد هم با عده از یارانش آمدن. بعد به محل ملاقات که رسیدن امام حسین علیه السلام همه را مرخص کرد الا قمر بنی هاشم و فرزندشون علی اکبر صلوات الله علیهما، این دو ماندن. عمر سعد هم همه را مرخص کرد برگردان به جز حفص فرزندش و غلامش، اونها موندن. یعنی در واقع گفتگوی دو نفره بین امام حسین علیه السلام و عمر سعد ملعون و دو نفر هم از هر دو طرف نظارگر این گفتگو بودن. امام حسین شروع کردن به نصیحت، به پند و اندرز. پند و اندرز در همه جا جای داره و دو اثر مهم داره و دو فایده بر او مترتب هست. فایده اول این که اتمام حجت می شود بر اون مخاطب، او هیچ عذر و بهانه‌ای نداره که من نمی‌دانستم. دوم این که بر اساس وجدان و فطرت آدمی که خدای اون رو حق طلب و پاک خلق کرده، چه بسا اون
به جوشش بیاد، به خروش بیاد، تحریک بشه و اون شخص برگرده، همچنان که مانند حر ابن یزید ریاهی داشتیم در کربلا که برگشت. امام حسین علیه السلام گفت آیا عمر ابن سعد تو مرا نمیشناسی؟ تو میدانی چه اقدام به چه گناهی داری میکنی؟ گفت که عمر سعد گفت که من چه کنم، میترسم که ابن زیاد اموال من رو از بین ببره، خانه من رو در کوفه خراب کنه، من ترس اموال خودم بودم. امام حسین علیه السلام فرمودند که من خانه بهتر برای تو میسازم، من اموال تو رو هرچه از تو گرفت به تو بر میگردانم. به نقلی گفت که امام حسین علیه السلام فرمودند بغیبغه رو به تو میدم. بغیبغه یک سرزمین بسیار حاصلخیز و بزرگی بوده که تاریخ نوشته معاویه میخواست 1,000,000 دینار از امام حسین علیه السلام اون رو بخره. فضای بزرگی بوده، باقی بوده، سرزمینی بوده که یاران امیر مؤمنان و امام حسین علیه السلام دوستداران و محبان و شیعیان به امام حسین علیه السلام هدیه داده بودن. امام حسین نداد به معاویه، گفت من این بغیبغه رو به تو میدم. گفت نه، من باز می ترسم که فرزندان من رو، خانواده من رو مورد اذیت و آزار قرار بده. بعد امام حسین علیه السلام وقتی اصرار می کردن که یاری ما یاری خداست و این مسیری که تو میری جز جهنم و آتش و تبهکاری نیست، دید فایده نداره. گفت من می بینم که تو مدت زیادی دوام نمیاری و میبینم که در بستر سر از بدنت جدا خواهد کرد و تو بهره ای از بعضی این اشتباه رو کردن که فکر کردن این جمله رو درباره ری گفته امام حسین علیه السلام. نه، امام حسین علیه السلام فرمودن تو از گندم عراق مقداری کم نصیب تو خواهد شد، نصیب تو نخواهد شد مگر مقداری کم. اینجا گفت که خب جو آن رو برای ما بس است. بعضی از عبارات داره، اینجا عمر سعد البته گفت چه کنم، در گفتگوی با یزید ابن حسین همدانی گفته بود که قرة عینی ملک ری، قرة عین. اینجا بعضی میگن تکرار کرد، لذا بعضی میگن که امام حسین علیه السلام فرمودن تو از گندم عراق مقداری بیشتر نصیبت نخواهد شد، چه برسه ملک ری، چون هرگز ری رو ندید که برخی این اشتباه رو گفتن که از گندم ری چیزی نصیبت رو نخواهد، اصلا اونجا نرفت برای همیشه و هرگز عبیدالله به اون وفا، به اون عهدی که بسته بود وفا نکرد و ملک ری هرگز به اون نرسید. وقتی امام حسین علیه السلام دید اثر نمی‌کنه، گفت من می‌بینم به زودی در میان بسترت سر از بدن جدا خواهد شد، که یکی از اخبار غیبی همینه که حالا متأسفانه در این فیلم‌هایی که ساختن مثل فیلم مختار و دیگران این قسمت معجزه امام حسین علیه السلام نادیده گرفته شده. برای اینکه امام حسین روز هشتم خبر دادن معجزه‌وار از آینده که عمر سعد در میان بستر سر از بدنش جدا میشه و پس از قیام مختار، وقتی مختار فرستاد مأمورانش که عمر سعد رو بیارید، عمر سعد از ترس رفته بود در بسترش و رو انداز رو انداخته بود، وارد شد بلند شد که به اصطلاح میلرزید در میان همون بسترش، نمیخوام حالا داستانش رو مفصل بگم، سر از بدنش جدا کردن، در حالی که در این فیلم مختار درست کردن که حالا میجنگه و با رشادت میجنگه و چندین نفر رو میکشه و بعد به نوعی مثلا خدعه میزنن و میتونن عمر سعد رو بکنن. این دروغ تاریخ، این دروغیه که وارد کردن، از دو جهت مذمومه، یک که دروغ است به عنوان یکی از وقایع تاریخی مطرح میشه، دوم این که و مهمتر این که معجزه مسلم امام حسین نادیده گرفته میشه. امام حسین بر اساس خبر غیبی خبر دادن عمر سعد این گونه به هلاکت خواهد رسید.
این هم از یکی از اتفاقات روز نهم من سریع اشاره کنم. اینجا بود که عمر سعد روز همون شب نهم یا صبح نهم نامه ای نوشت و یک دروغ و بهتان به امام حسین بست. نامه نوشت به عبیدالله ابن زیاد که حسین میگه یا اجازه بدید من میرم با یزید بیعت کنم یا برم به یکی از سرحدات کشورهای اسلامی، یا اینکه خودم برم نزد یزید تکلیفم رو با یزید روشن کنم، حالا یا بیعت کنم یا گفتگو کنم. این دروغ و تهمتیه که عمر سعد به امام حسین بست و نامه ای نوشت برای عبیدالله ابن زیاد که عرض کردیم عقبت ابن سمعان که غلام رباب، حضرت رباب سلام الله علیها بود در کربلا، گفت من از مدینه تا مکه تا کربلا با امام حسین بودم، هرگز نشنیدم حضرت چنین جمله‌ای فرموده باشند. حضرت فرمودند یا بگذارید برگردم به جایی که بودم یا اینکه امر من رو رها کنید در این بیابان برم هر آنچه خدا برای من مقدر کرده. اینکه برم در یکی از سرحدات یا برم با یزید صحبت کنم یا بیعت یا هر چه، یکی از دروغ‌هایی است که در تاریخ ثبت شده. عمر سعد حالا به هر حال می‌خواست از به نوعی هم جنگ نکنه با امام حسین، هم اینکه به ملک ری برسه، هر دو رو می‌خواست با هم دیگه، که به هر حال به این گناه بزرگ مبتلا شد و مرتکب این جنایت بزرگ شد. دیگه از اتفاقات رو من سریع بگم. وقتی نامه رسید به عبیدالله ابن زیاد، عبیدالله نامه ای نوشت به عمر سعد که من تو رو نفرستادم که مدارات کنی با حسین ابن علی، چون در وقتی نامه اومد به دربار عبیدالله ابن زیاد، شبر ابن ذوالجوشن ملعون هم اونجا بود. گفت عمر سعد میخواد مدارات کنه و بدان الان حسین ابن علی در چنگ توست، اگر از این سرزمین برود دیگه هرگز دسترسی پیدا نخواهی کرد تو به او، و بنویس و به او بگو که باید کار حسین رو تمام کنه. این ترسیده عمر سعد میخواد مدارات کنه، لذا عبیدالله یه نامه ای نوشت و فرستاد برای عمر سعد. آورنده نامه شمر بن ذوالجوشن هست که این نامه بنا به نقلی روز نهم قبل از ظهر که روز پنج شنبه بود، نهم محرم، به کربلا رسید که تهدید به عزل کرد که اگر نمیتوانی با حسین بجنگی و کار حسین رو تمام کنی، امورات رو به شمر بن ذوالجوشن واگذار کن. وقتی نامه رو دریافت کرد عمر سعد فریاد زد بر سرش که وای بر تو، من میدونم تو نگذاشتی این کار به صلح و بدون جنگ بیانجامه. شمر گفت بالاخره چه میکنی؟ آیا جنگ میکنی و کار حسین رو تمام میکنی؟ اگر نمیکنی امور فرماندهی رو به من واگذار کن. عمر سعد گفت نه، خودم کار رو تمام میکنم، تو فرمانده پیاده نظام باش. این یک مروری بود بر حوادث و وقایع روز هشتم و مقداری از وقایع روز نهم که نامه تهدید به عزل عبیدالله ابن زیاد روز نهم توسط شمر به کربلا رسید و شمر ملعون قاتل حضرت شهدا علیه السلام مانند قبل از ظهر روز تاسوعا به کربلا آمد و قدم نحسش رو بر این سرزمین گذاشت که مانند فردا روزی و مانند فردای آنچنان روزی مرتکب چنان جنایتی شد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا حتی شنیدن آنچه در کربلا اتفاق افتاد دل انسان رو به درد میاره، به لرزه میندازه. ابتدای بحث و برنامه امشب خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند عرض کردم که برای سلامتی امام زمانمون دعا کنیم. حضرت ما این وقایع رو میشنویم
و دل شیعیان به درد میاد. آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف که به علم غیب مطمئنن صحنه به صحنه کربلا در جلوی چشمان حضرتش واضح هست. و فقط این رو بخوام بگم بعد از اینکه انشاءالله بعد از عرایز بنده مجدن در خدمت آجا هدایتی باشیم و ادامه مباحث شما رو داشته باشیم، حتما حتما برای سلامتی امام زمانمون صدقه کنار بگذاریم و برای سلامتی حضرتشون دعا بکنیم انشاءالله. آجا هدایتی، ما از کلام گوهربار آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام هم بی بهره نمونیم، بهره بگیریم و انشاءالله اگر خطبه از خطبه های گوهربار حضرت رو برای ما مطالعه بفرمایید و تبیین کنید، بازم از شما سپاسگزار خواهم بود. بله، هر چقدر خودمون کمتر صحبت کنیم فرمایشات حضرت رو مطرح بکنیم، ما در واقع به نوعی تفقه و تدبر در فرمایشات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین داریم و تاریخ رو هم که بازخوانی میکنیم و کمی توضیح و شرح میدیم، برای اینکه دقایق اون رو، دقایق و نکات ظریف و دقت‌های اون رو مورد نظر قرار بدیم که یه وقت صرفاً تاریخ خانی همانند روزنامه خانی نباشه که بخوانیم و رد بشیم. باید عبرت بگیریم از تاریخ، همچنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماد ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. نکنه یه وقت ما جز اون اندک افرادی باشیم که عبرت می‌گیریم، جز اون اندک افراد نباشیم که عبرت میگیریم و سعی کنیم جز کسانی که پند و نصیحت و اندرز و عبرت از تاریخ میگیرند باشیم، چون عبرت گیرندگان کمند. اگر غفلت کنیم خدای نکرده همچنان بی تفاوت از کنار حقایق تاریخ خواهیم گذشت. یه خطبه خواندن امام حسین علیه السلام در منزل 19 بسیار مهم اساسی. در منزل 18 که ذوالحسن بود اونجایی که در جلسات قبل بیان کردیم، ملاقات کرد با لشکر حر بن یزید. اینجا یه نکته هست، شاید قبلا هم شنیده باشید ولی من این رو به عنوان تأکید عرض میکنم. وقتی امام حسین علیه السلام با لشکر عمر سعد ملاقات کرد، اینجا دو اتفاق افتاده است. یک این که وقتی امام حر بن یزید گفت من اجازه نمیدم و آمدم که مقابله کنم با شما، اجازه نمیدم حرکت کنید، امام حسین علیه السلام فریاد زد بر سر او که سکلت که امک، مادرت به عزایت بنشین. اینو همه شاید شنیده باشید. حر ابن یزید گفت که چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست و من نمیتوانم اسعای ادب کنم. این یک نکته، این تقریبا مشهوره، همه میدونن. نکته دیگه‌ای که هست، وقت ظهر شد در همین منزل ذوالحسن، از آن گفتن و هنگام نماز شد، امام حسین علیه السلام به حر گفت تو با یارانت نماز بخوان و من هم با یارانم نماز میخونم. اینجا این مهم هست، این ادب دوم حر هست. به نوعی میتوان گفت حر که الان جزء لشکریان عبیدالله ابن زیاد هست، جزء لشکریان ستمکاران هست در درباره بنی امیه است، با این حال نوعی معرفت به امام داره. امام شناسی حر از اینجا یه مقدار معلوم میشه. گفت نه، من با یارانم همراه شما نماز میخوانیم و اقتدا کرد به امام حسین علیه السلام. به گمانم این دو موقف و این دو عمل کرده حر باعث نجات اون شد. یکی این که اساءه ادب نکرد به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، و یکی این که پشت سر امام حسین علیه السلام به ادب و به نوعی با معرفت نماز خواند در منزل 18. اینجا در منزل 19 امام حسین مخاطب قرار داده لشکر عمر سعد رو،
کوتاه کنم صحبت و وقت به سرعت داره میگذره، مطالب بسیار ارزنده ای در این صحبت هست، در این خطابه و خطبه امام حسین علیه السلام هست. ایها الناس ان رسول الله قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله. اگر یه سلطان یا حاکم ظالمی رو دیدید، ببینید وظیفه شناختی ما در پرتو انوار عاشورا، در پرتو مکتب سید الشهدا علیه السلام چگونه ظهور پیدا میکنه و تبلور پیدا متبلور میشه. من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، حرام خدا را حلال میشمارد. ناکثن عهده، عهد خدا را میشکند، پیمان شکنی با خدا میکند. مخالفن لسنت رسول الله، با سنت رسول خدا مخالفت میکند. یعمل فی عباد الله، تا اینجا حق الله، حق رسول الله، یعنی حق خدا را نادیده میگیرد، حق رسول خدا را نادیده میگیرد و این ستمکار پا رو فراتر میگذارد و حق الناس را، یعنی ادامه میدهد، و الا فراتر که حق الله هست رو حق رسول خدا، رسول خدا حقش ضایع بشود، هم حق خدا ضایع شدد، هم حق الناس را، اون هم اشرف مخلوقات. یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان، با دشمنی، کینه توزی و گناه ورزی برخورد میکنه، رفتار میکنه با بندگان خدا. فلم یغیر علیه به فعل ولا قول. اگر کسی ببیند، برمیگردیم به اول کلام، کسی ببیند سلطان جائر و ستمگری را، حاکم ظالم، رهبر ظالمی رو با این وجیه ها اگر ببیند و با قولش و با قول و فعلش مقابله نکند، واکنشی نشون نده نسبت به اون شخص، کان حقا علی الله ان یدخله مدخلا. عزیزان، بینندگان، حسینیان، محبان حضرت سید الشهدا علیه السلام، ببینید گاهی میبینیم یک دستگاه ظالمی را، یه هیئت حاکمه یه ظالم و ستمکاری را میبینیم، خب به آلاف و الوفی رسیده اند و این اموال دنیا را به تعبیر امیر مؤمنان در اوائل خطبه شیخ شقیه بانند شتر و گرسنه افتادن به جان بیت المال میخورند و میچرند و جنایت میکنند. خب دنیای خودشون رو آباد کردن. یه وقتی نه، کسایی که میبینن این حاکم ظالم رو مشغول امور روزمره خودشون هستن و در واقع دستی مستقیم در اداره حکومت و رسیدن به این منافع دنیایی ندارن. من روی سخنم با این گروه هست، با این عده هست که شمایی که در مقابل ظلم ظالم سکوت میکنید، کلام مستقیم امام حسین هست. همه ما محب سید الشهدا هستیم، به سر و سینه خود میزنیم، عزاداری میکنیم، ولی اگه میخواییم از امام حسین علیه السلام درس بگیریم، میگه اگه چنین ظالمی رو دیدی بی تفاوت بودی، این حق خداست که جایگاه تو رو همانند جایگاه این ظالم قرار بده، یعنی تو رو هم در جهنم قرار بده. الله، جایگاه مدخل ظالم کجاست جز خلود در آتش است؟ میگه در تمام این جنایات شریکی. حالا من یک اشاره بکنم به همون آیه سوره مائده، آیه 32 سوره مائده که معروف هست، که میفرماید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کسی که کسی را بکشد بدون اینکه کسی را کشته است یا فسادی در زمین ایجاد کرده است، فکه انما قتل الناس جمیعا. مانند این است که به عنوان شاهد اینو عرض کردم، فکه انما قتل الناس جمیعا، مانند این که همه مردم رو کشته است. عزیزان، امام حسین علیه السلام میگه در مقابل ظلم ظالم وقتی بی تفاوت بودی، جایگاه تو میشود همون جایگاه اون ظالم، یعنی در جهنم مخلد میشی. ولی شاهد روشن یکی از مصادیق ظلم حاکم ظالم اینه که سیرو به ناحق کشته باشه، اونم یک نفر، مانند تمام
جمعیت کره زمین را کشته باشد. لذا ما درس بزرگی که از عاشورا می توانیم بگیریم این است که هر کس به فراخور توانمندی خودش نباید در مقابل ظلم سلطان جائر و حاکم جائر بی تفاوت باشه، خصوصا در این زمانی که فضای مجازی وجود داره، همین فضای مجازی که آزاردهنده برای ظالمان هم هست و به زبان به صراحت گفتن برای ما فضای مجازی که یکی از نعمتهای الهی است. خداوند تبارک و تعالی این هوشمندی و ذکاوت و عقل رو در وجود آدمی قرار گذاشته، قرار داده، بعد این هوش بشر آمده این فضای مجازی رو طراحی کرده و دیگر دستاوردها و فناوری‌های علمی و تکنولوژی که وجود داره. به راحتی میتونیم از این استفاده کنیم در مسیر تبلیغ دین، در مسیر رساندن و ابلاغ فرمایشات امام حسین علیه السلام به جهانیان و در مسیر رسوایی ظالمان و همانی کردن و مقارنه کردن، مقارنه تاریخ و تقارن تاریخ یکی از درس آموزی های بسیار مهمی و عبرت هاست که ما تاریخ معاویه و یزید رو بخونیم، تاریخ حکام جور و ستمکار زمانه خودمون روی پهنه گیتی هم مطالعه کنیم، این همانی کنیم و بگوییم که و حتی تاریخ امیر مؤمنان صلوات الله علیه و آله و این رو شفاف سازی کنیم، بگیم خب کدوم یک همخوانی دارد، این حاکم موجود هم رفتارش با کدام یک از این دو حاکم سابق مانند امیر مؤمنان، مانند معاویه، مانند یزید، ببینیم با اینها با کدام به کدام یک از رفتار اونها نزدیک است و همخوانی داره. من تمام کنم این مطلب رو، گویا به سرعت داره وقتمون میگذره. بله 6 دقیقه تو برنامه فرصت داریم. بله خیلی ممنون که یادآوری کردید عزیز. نکته مهمی اینجا هست، با اینکه اگر بخوایم حداقل نیم ساعت دیگه وقت نیازه تا این خطبه تمام بشه، من جمع بندی میکنم در این جمله در واقع میانی خطبه امام حسین علیه السلام، مهم هست. میفرماد الا و ان هؤلاء، این هؤلاء به کیا میخوره؟ هم میخوره به این بنی امیه، هم میخوره به کسانی که حاکم ظالم ستمکاری که حلال خدا را حرام کرده است، پیمان خدا و رسول خدا را شکسته است، بدرفتاری کرده است با امت اسلام، با مردم بدرفتاری کرده، بدعهدی کرده، با گناه و کینه‌توزی رفتار کرده. هاولا هم میخوره به این بنی امیه، هم میخوره به این افرادی که میبینن حکم حاکم ظالم رو و بیتفاوتند. اینا کیان؟ قد لزم و طاعت از شیطان. اینا پیرو شیطانن. یعنی نگوییم دو لشکر بودن هر دو مسلمان بودن، نه، یک طرف شیطان پرست ها بودن. نکته جالب و ظریف رو من میخوام اینجا عرض کنم خدمت عزیزان، که در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان شاهدی که خط معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، این یک خط واحد هست، اونجا هم حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن شیطان سرش رو از کمینگاه خودش خارج کرد ان مغذره و بعد بفرماید هاتفن به بله شما رو صدا زد و چقدر شما رو پیرو خودش یا، یعنی این تأسیس خط شیطان و شیطان پرستی در سقیفه بود. پس از شهادت وجود نازنین پیامبر عظیم القدر اسلام صلوات الله علیه و آله بود و این حزب شیطان که در قرآن به اون یادآوری شده است آمده است، از سقیفه شروع شد، آمد در جبهه مقابله همراه یاران امام مجتبی علیه السلام بودند، بد عهدی کردند، بد پیمانی کردند، بیعت شکستند، بعد به کربلا هم رسیدند. پس حزب شیطان بودند مقابل حزب خدا در کربلا. لزم و طاعت شیطان و طرف و طاعت الرحمن، اطاعت رحمان رو اینها ترک کردن. پس کسی که در مقابل ظالم سکوت کند اطاعت شیطان کرده،
کسی که در مقابل حاکم ظالم بی تفاوت باشه طاعت رحمان و طاعت خدا رو فراموش کرده. یعنی کسی نگه آقا به من مربوط نیست، ربط نداره، من میخوام زندگیمو بکنم، بالاخره سخته، با مشکل روبرو میشم. قرار نیست ما توی این دنیا فقط به فکر راحتی خودمون باشیم، قرار هست که از حق دفاع بکنیم طبق این کلام آقا عبدالله حسین علیه السلام. فاصله گرفتن از راحت طلبی، راحت طلبیی که به دنبال بیتفاوتی هست، این نکته اساسی. و اظهر الفساد، اینها طاعت شیطان کردن، طاعت رحمان رو ترک کردن، فساد رو ظاهر کردن. و اتصلوا حدود الله و اتصلوا الحدود، حدود را نادیده گرفتن. و استأثروا بالفی و احلوا حرام الله و حرموا حلاله و انا احق ممن غیر. و اینها بیت المال رو نادیده گرفتن، حرام خدا را حلال کردن، حرام خدا را حلال کردن و من سزاوارترم بر این که اعتراض کنم و بی تفاوت نباشم نسبت به این وضعیت نابسامانی که سلطان جائر اون رو فراهم کرد. ما 2 دقیقه فقط تا پایان برنامه فرصت داریم، تن 1 دقیقه و نیم اگر دعا بکنیم حاجا. من فقط هم یک دعا و در واقع همین یک بیت شعر رو میخونم. این یک بیت شعر: امشب حرم آل علی آب ندارد، الله، طفلان حسین ابن علی خواب ندارند، سقا رفت برای آب آوردن ولی خدعه کردن، حکیم ابن ملعون یه مرتبه از پشت نخ خارج شد و دست راست رو جدا کرد. همین یه جمله قمر بنی هاشم از همه التماس دعا گفت: والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، به خدا قسم دست راستم رو جدا کنم از دینم دست بر نمی دارم. جمله پایانی من مقتل میگوید، یکی از سوزناکترین جملات مقتل 2 کلمه است: لما سقط العباس. آن زمانی که قمر بنی هاشم بدون دست با صورت به زمین آمد، صدای ناله فاطمه زهرا در کربلا شنیده شد: ولدی عباس، ولدی عباس، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و عجل الله فی فرج مولانا. خیلی ممنون و متشکرم حاجی هدایتی. بینندگان عزیز و ارجمند، وقت زیادی تا پایان برنامه نمونده، ولی برای کسانی که الان در کربلا نیستن، همین جوری که ما اینجا نشستیم، صدای مقتل خانی و طبل و سنج عزاداران از همین کنار و گوشه های حرم امام حسین علیه السلام به گوش میرسه. التماس دعا و یا علی. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبون، پر میزنه شبونه. مولای من